سلام، در غرفه مجله فیلم هستیم در 37 جشنواره جهانی فیلم فجر. خوشبختانه جشنواره با توجه به تمامی مسائل تلخی که پشت خودش داشت، به لحاظ رگبارهایی که در بعضی از مناطق ایران ایجاد زحمت کرد و گروهی بی خانمان شدن، با یک ایده درخشان شروع کرد و اون هم ایده آقای رضا میرکریمی مدیر جشنواره برای کمک به سیرزدگان بود. آقای میرکریمی، خیلی اتفاق خوبی علی‌رغم اون تلخی افتاد. بله، خب این که البته حداقل کاری که میشد کرد. بله. و خب با توافق با هلال احمر تفاهم‌نامه امضا شد. به غیر از اینکه عواید حاصل از فروش بلیط محصولات فرهنگی اهدا میشه به آسیب دیدگان از سیل، که البته خبرش به نظر من مهمتر از حتی مبلغشه، چون یه روحیه نوع دوستی رو تبلیغ میکنه، برای جشنواره تریبون داره که از این تریبون واسه استفاده نمادین هم بکنه. به غیر از اون، ما اصلا قرار گذاشتیم با هلال احمر که در انتخاب آثار سینمایی برای سالهای آینده نگاهی هم به حوادث غیر مترقبه داشته باشیم و راه‌های پیشگیریش تو بخش مستندمون یا احیانا بخش‌های دیگه، و بتونیم یک کار همکاری فرهنگی این شکلی هم داشته باشیم. و چه کردید برای این الان کار ویژه‌ای که انجام ندادیم؟ چون که پیام‌هایی که گرفتیم و حال و فضایی رو که به لحاظ همدلی وصف کردید. بله، نه خیلی مثبت، یعنی خوشبختانه بازتاب مثبت و خوبی داره. حتی کار انسان دوستانه با فطرت همه آدما سازگاره و خود به خود بعید میدونم واکنش منفی در کنارش باشه. ما هم تلاش نکردیم کار متظاهرانه‌ای بکنیم، این چیزی بود که اعتقادمونه و واقعا دلمون برای اتفاقی که برای هموطنامون افتاده نگرانه. البته که در کنارش خب از یه جهتی هم آدم خوشحال، کشورمون خیلی تشنه بود. بله. یه خورده سیراب شد، یه خورده تالاب ها پر شد، دریاچه ارومیه به تاریخ. بله، اینا هم اتفاقاتیه. بله. که از منظر یه فیلمساز من میتونم بگم که بخشی از مناظر و مرایا و لوکیشن های این کشور که زیباً دوباره احیا شدن. بله. اینم قابل توجهه. و امسال برای اولین بار برای جشنواره اقدام کردید به بلیط فروشی و فروش بعضی از اقلامی که به لحاظ مجانی بودن شاید خیلی با اهمیت تلقی نمیشد، ولی مخاطب اصلی که پول میده کاتالوگ جشنواره رو میخره و بقیه مظلومات نمایش فیلم، این خودش میتونه خیلی کمک. بله، ببینید، برای درآمدزایی این کارو نمیکنیم. برای اینکه به هر حال تو کشور الان شما مطبوعاتی هستین، میدونین کاغذ قیمتش چیه و دورریز کاغذ چقدر چه گناه بزرگیه برای شما. بله، واقعا برای اینکه ببینید ناشرها در واقع نشریات همشون الان درگیر این قصه هستن، باید یاد بگیریم که به کاغذ احترام بذاریم، به خاطر اینکه کار بزرگی برای ما انجام داده و خواهد داد. یعنی بدون کاغذ بخش عمده ای از دانش ما در واقع وجود نداره و فضای مجازی نمیتونه جاشو به راحتی پر کنه. به همین دلیل ما حتی برنامه جشنواره رو با یه قیمت خیلی کم، ببین قیمت تمام شدهش شاید مثلا 15000 تومان باشه، ما 2000 تومان میفروشیم. اینو برای این میگیم که دوستی عزیزی که اینو میگیره نره روی صندلی جا بذاره، یا مثلا تو خونهش بذاره دوباره بیاد یکی دیگه برداره، یا بندازه دور. به در واقع این کالایی که براش پول خرج شده یه خورده احترام بگذاره. درست. من تو این برنامه دلم می‌خواست راجع به همکاراتون حرف بزنم، چون خیلیشون چهره‌های خیلی محبوب و معروف سینما ایران هستن. مثلا خانم معتمداریا تو پارسال با جشنواره بودن، امسال انگار نیستن. طبیعیه، بعضی وقتا بالاخره دوستان حرفه‌ای‌ان، یه وقتایی گرفتارن، حضور ندارن. امسال ما یه خود محرومیم از حضور ایشون، یعنی اومدن ولی
میان نه اینکه بله ولی بله. خیلی کم حضور دارن ولی آقای کیانیان همچنان هستن. آقای کیانیان چی کار میکنن در جشنواره؟ آقای کیانیان در واقع اصطلاحش توی کتاب جشنواره رئیس کاخه. هیچ اشکالی نداره اگه بگم که یک مقام تشریفاتیه، این به معنی بد نیست چون خود رضا میدونه. در واقع پرستیجیه که برای استقبال از مهمانان خاص و در واقع معرفی بخش‌های مختلف جشنواره به کسانی که میان و تأثیر گذارن، چه حرفه‌ای سینما، چه دوستان مهمانان خارجی. خیلی مهمه. بله بله، جای خیلی مهمیه و لازم داریم برای اینکه یه در واقع پروتکلی داشته باشیم از نحوه برخورد با مهمان در درست. چون همونطور که میدونید تعداد مهمانان و تفاوت جایگاه هاشون از فیلمساز، سیاسی، نمیدونم استاد دانشگاه، انقدر متنوع که خب نحوه برخورد با اونها یه مدیریت خیلی سخت رو میطلبه. ما یه قرار با خواهم گذاشتیم هم اول که تشریفات دست و پاگیر رو حذف کنیم. ما به استقبال هیچ کس توی پارکینگ نمیریم. همه دوستان باید سوار آسانسور بشن بیان بادا. اینجا یه خوش آمدگویی داریم، شو نیست در واقع، جشنواره است. یعنی دیروز ما فقط ظرف دیروز و پریروز مثلا 5 یا 6 سفیر کشورهای مختلف اینجا اومدن بدون همراه، بدون اینکه ما فقط چند، من مثلا فرصت کردم یکی دو نفر رو چند دقیقه ببینم. خودشون میان، خودشون میرن تو فودکورت غذا میخورن، میرن بالا فیلم میبینن. و اتفاقا من وقتی صحبت میکنم باشون به شدت ابراز رضایت دارن از اینکه چی فرمول دست و پاگیری براشون طراحی نکردیم و احساس میکنن که یه جایی هم هست که میتونن راحت به عنوان یه شهروند توش حضور پیدا کنن. همینطور مقامات دولتی، همینطور فیلمسازان شاخص، بعضی از دوستان معروف و شناخته شده ایرانی فیلمساز خب یه انتظاراتی داشتن که یه ذره طول کشید تا اینکه در واقع با دست فرمون ما بیان توی کاخ و متوجه بشن که اون انتظارات به نفعشون نیست. اون اصلا اون کاری که اونا انتظار دارن اتفاقا در شأن اونها هم نیست و الان در واقع با روال جشنواره عادت کردن، الان خیلی راحت میان و میرن و حضور دارن و تو کافی شاپ میشینن و درست. انتظار خاصی از برگزار کننده ها ندارن. خانم نگار جواهریان، نگار جواهریان در واقع مدیر اجرایی کاخ، همه ترافیک سالن های بله ترافیک سالن های سینما رو داره کنترل میکنه و ترافیک ورودی به کاخ رو. یعنی ما چیزی نزدیک به 8-9 کارت شناسایی داریم با رنگ های مختلف که هر کدوم دسترسی های مختلف دارن، هر کدوم چیزی که تو کن هست، بله هر کدوم بر اساس در واقع شغل و تعریفی که انجام شده برای کارت مثلا به یه چیزی دسترسی دارن. در نتیجه یه سیستم نرم افزاری نسبتا پیچیده طراحی شده که الان امسال QR کد دیگه بارکد هم نیست، که هوشمنده و وقتی شما وارد میشید در واقع میتونه به شما بگه که کجا میتونید برید، آیا میتونید بلیت بگیرید یا نه، میتونید پذیرایید بشید یا نه، و حتی آمار دقیقی به ما میده که در از چه فیلم هایی چه کسانی بیشتر استقبال کردن و ما این آمار رو در اختیار پخش کننده و تهیه کننده های فیلم میذاریم برای اینکه بفهمن اگر میخوام مذاکره ای داشته باشم با عوامل یا مثلا مهمانانی که اومدن فیلماشون دیدن بتونن برن سراغشون. خب همه اینا باید توسط نگار جواریان و تیمش کنترل بشه. ببینید آقای یاری، یه ذره روز اول شاید به نظر سخت میومد که چرا بس یه بازیگر معروف مثلا بوده بلیت پاره کنه یا مثلا بلیت کنترل کنه یا جلو در سینما وایسه راجب صف توضیح بده، ولی اگر شما هدفتون از برگزاری جشنواره اتفاقا یک آیین پر از خانوادگی، پر از تشخص باشه، تشخص و احترام، اون موقع است که برای اون تشخص و احترام لازمه که همه ما آستین بالا بزنیم و بریم
جلو در سالن هم وایسیم، تو راه رو هم باشیم. و من خوشحالم از این که بسیاری رو اینجا میبینم از هوادارهای سینما، هوادارهای پرپاقرص سینما که میان فیلم ها رو میبینن و دائم دارن تو راه پله ها و توی جای مختلف که به ما بر میخورن از ما تشکر میکنن. و من میگم برای چی تشکر میکنین؟ میگن نه، به خاطر همین احساس غرور و افتخاری که اینجا داریم، به همین که بهمون احترام گذاشته میشه، همین که احساس میکنیم فضای مطلقاً توهین‌آمیزی نیست. خب این همت سینماگران رو لازم داره. وقتی سینماگران رو میبینن کنار خودشون دیگه اون نظم، دیگه برقراریش دیگه بدون چون و چرا اتفاق میفته. برای ما از شما تشکر میکنیم. مثالی که زدیم منو یاد روزای قبل از بازگشایی موزه، افتتاح موزه سینما میندازه، که بسیاری از این چهره ها و بسیاری از حالا سلبریتی های ما اینجا رو جارو هم میکشیدن و شبا تا صبح همون گوشه میخوابیدن، چون احساسشون بود که موزه متعلق به خودش. ما در مورد بقیه همکاراتون رو بدیم تو برنامه بعدی صحبت کنیم و خیلی ممنونیم از شما. متشکرم. مجله فیلم، پنجره‌ای به واقعیت و رؤیا.